نبوی تیلت. حدود 30 سال قبل از تولد پیامبر اسلام، کودکی یهودی به دنیا آمد که آیاتی عجیب و حیرت انگیز بر زبان آورد. نام این کودک لقمان حتفا بود که پیشگویی های عجیبی در مورد آینده کرد. این کودک یهودی آیاتی عجیب در مورد پیامبر اسلام گفته است، آنجا که می گوید از میان اعراب برخیزد، محکم فرماید سخن گفتن را و مهد کردن و تسبیح نمودن را، او نابود کند عزا را و از عزت بیندازد عزیزان را، بیرون آورد جان امیران مشرک و کافر را، برود و بپرد او در معراج، باطل فرماید او هر گونه بدعت را و سلطنت کند بر آسمان، عزیز نماید فرزندان بت پرستان را، که اشاره به عمار یاسر و دیگر اصحاب آن حضرت است که پدرانشان بت پرست بودند. در ادامه میگوید قانون بالای قانون که خواندنش موجب شادی و شرح صدر است، که در اینجا منظور قرآن کریم است. در آیه دیگر این کودک یهودی میگوید درنگ نمود ما و از میان دو پاره شد و اطاعت نمود آن حضرت را و به هم پیوست، که در اینجا اشاره به شق القمر معجزه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این آیات بسیار حیرت انگیز سالها قبل از تولد پیامبر اسلام از دهان این کودک یهودی بیرون آمد. در آیه دیگر این کودک یهودی به جنگ بدر اشاره می کند، آنجا که می گوید او اسیر کند در ساعت خوبی در سرزمین مرغوب. سرزمین مرغوب نام همان محلی است که جنگ بدر در آنجا اتفاق افتاد. لقمان حتفا کودک یهودی در آیه 13 اشاره مستقیم به حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می کند، آنجا که می گوید زمانی خواهد آمد که فرج قوی گردد و نبوت بسیار شود و مانند سیل جهان را پر کند، زیاد شود شرافت و بسیار گردد جبروت و گشوده شوند بندیان و اسیران. در آیه 15 می گوید بپیچد در زمین و خالی خواهد کرد زمین را از بتان، و این گوشه ای از پیشگویی های این کودک یهودی بود که به صورت کتابی با عنوان نبوی تیلت به نام وحی کودک به صورت کاملا تصادفی منتشر شد. اما قسمت دوم این کتاب همچنان نزد یهودیان به صورت کاملا محرمانه و سری نگهداری می شود و از انتشار مطالب سری این کتاب به شدت جلوگیری می کند. به امید ظهور و حضور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، پاینده و عزیز باشید.